سلام سلام، پارت شروع میکنیم. قرار بود که این سلاح کلیده اینجا رو بکشیم. حالا تا قبل داشت کاری که انجام میدیم، این میایم پیچهایی که کشیدیم رو تو جاهایی که باید هم قرار بدیم، دوتا ایزولیت کنیم، از نوای فرانت F4 بزنیم مشخصاتش رو ببینیم. تقریبا وسط نمیتونیم الاین کنیم، سکیلین کنیم که بتونیم حدودا جا بدیمش. خوب از طرف این اندازش خوب، و بریم سراغ کلیدی که اینجا بود، F نمای فرانت. خب این قسمت رو میکشیم، یه دایره و یه 6 ضلعی. میای چکار میکنیم؟ یه سیلند رو شروع میکنیم، یه خود بیاییم عقب تقریبا بالای خود متمایل به این سمت، با یه سیلند شروع میکنیم که یه متریال بهش بدیم، سگمنتش هم مشکی میکنیم، سایت هاشو 6 دیدم تو عکس، 6 سایت بهش بدیم و خیلی ساده میخوایم فقط این دهش بیاریم، ادیت فولی برگردیم تو سیلند، سگمنتش رو کم کنیم، ادیت فولی پولیگان بدیم، ارتفاعش زیاده. خب الان ما باید کوچیکش کنیم، 6 ضلعی داخلش رو داریم میکشیم، خیلی هم خوب کوچیکش کنیم، خوبه. و حالا واسه اینکه دایره رو در بیاریم، پولیگون ها رو انتخاب میکنیم، پولیگون پشت رو دیلیت میکنیم، W و border scale سکیل میکنیم. کاری که انجام میدیم اینجا شاید خیلی زال اسپیفایی بزنیم ببینیم که، چون که خیلی تده سگمنت نداره نمیتونه خیلی خوب فاورتش کنیم تو ورتکس. بازم فکر نمی کنم که، نه دلیلش همینه، چون که تو ورتکس کم هست کار انجام نمیده. خوب ما میایم اینجا و Alt-R و connect دیگه فکر کنم کافی بشه، زیاد هم هست. و این حالا هیجای اضافه رو پاک کنیم، ولی باید یه حرکتی بزنیم و اینا رو کانکت کنیم. تسی خب اینها رو میتونیم پاکش کنیم و
کانکت کنیم به همین صورت، بقیه رو هم به همین شکل انجام میدیم. حالا ببینیم که اسپیفای کار میکنه. بله ببینیم که بهتر شد به این شکل. حالا یه خود کچکتر فکر میکنم بعد از اینکه حالت های ایدیت پولی روش اد کردیم، تا قبلش هیچ کار نمیتونیم انجام بدیم. یه خود این رو کوچیکش میکنیم. W Shift یه لحظه احساس کردم یه تغییر شکل و تنقه کافی. W شیفت رو نگه میداریم، قطرش هم بهش میدیم و خوده میدیمش بیرون. قطر اینجا هم بهش بدیم و حالا میایم کلید روش رو دو تا پایه داره و یه استوانه انجام میدیم. خب کار دیگه که انجام میدیم، دو تا سگمنت انتخاب میکنیم، Alt R و Connect برای Support Loop، دو مقدار برای هر کدوم و فاصله ای رو که میخواییم. فقط این قسمت رو هم که نمیگیره، میایم Vertex رو انتخاب میکنیم، Convert to Edge، Connect. یه دونه و کافیه. به این صورت. و حالا یه خود گوشه ها اگر مشکل داره به این شکل در میاد. و اینکه اگر به نظرتون احتیاج هست، میتونید با ابزار کانکت اینا رو هم، البته قبل اینو پاک کنیم، این اج اینجا رو، لوپ رو اینجا رو پاک کنیم و بعدا که باعث میشه که این یه خود بهتر هم حتی در بیاد. ولی خب تعداد سگمنت هم خیلی بیشتر میشه، پولیگون هم اون مقدار کافیه. خب حالا این دوتا چیزی که خیلی واضح نیست، از نمای F ترجیحا یه چیزی بهش اضافه میکنیم، دوتا باکس که البته بعد از ادیت یه کپی ازشون میگیریم که اینها هم باید وسط بشن. کاری که انجام میدیم باید ادیت کنی، ورتکس ها رو انتخاب میکنیم، سکیل کنیم، میتونیم یه خورده با گرید لاین ها یه خورده تنظیمش کنیم که فاصله شون تقریبا به یک مقدار حدود هم باشه. نباید چند گرید لاین ها رو خاموش میکنیم. خب این میشه این کلید به علاوه این استوانه که میاد روش، که البته اگر
عکس بهتری داشتیم مطمئن نمیتونستیم نهایی با جزئیات بیشتری بکشیم، ولی خب همچین عکسی مثلا نداریم و و ارتفاع یه خود قطعش کمتر میکنیم که احتمالا باید میدارم. خب احتمالا که خاموش میکنیم چیزمونو سنپمونو و دیلیتش میکنیم و این رو میچسبونیم به این و شیفت یه کپی دیگه و خود بیمش بالاتر تمام، به خاطر اینه که ما هیچ نمایی نداریم نمیدونم چی بکشیم و اینو صورت شماتیک مجبورم. شاید هم برگردیم و یه خوده بعدا یه نمایی بهش بدیم. کانکت این قسمتش یه خوده مثل انگار قوتش بیشتره، حالا اکسترودش میکنیم در نماهای دیگه به این شکل ورتکس های خودش پایین تر این ایج رو انتخاب کنیم خودش بالا این رو هم مقدار کمتر و همین شکل با میتونیم یه خودم یا به این شکل درش بیاریم و و برمیگردیم شاید بهترش کنیم اگر عکس خوبی گیر آوردم. صورت لوکال و تو سیلن فکر نمی کنم خود هایت قبول می کنه این حتی ایج می زنیم و بقیه ادامه کار. خب دوستان این قسمت رو هم درست کردم و کانکت کردم به این مرکز. البته قبلش این دوتا ایج که دور تا دور می بینیم رو پاک کردم به همراه این، بعد این قسمت های رو که کانکت نبودن کانکت کردم و دوباره این ساپورت رو بار انداختم. این هم یه خورده بزرگش میکنیم در حالت که کانسترین ایج مقدارش هست و کاری که انجام دیم پولیگون های این قسمت رو هم به این صورت انتخاب میکنیم، ورتکس وسطی رو انتخاب میکنیم و کانورت تو پولی و دیلیت و بوردر رو انتخاب میکنیم. یه سویپ فای دیگه میزنیم دبلیو ادیت پولی دوباره بوردر. خب شاید لازم باشه یه خوری
اسکیلش کنم، دبلیو شیفت رو میگیرم و یه ساپورت لوپ هم اینجا میدازم و یه مقداری نمیارمش بالا. خب شاید یه خود زیاد شد. کار دیگه انداختن یک سری آلت آر رو میزنم، اینا انتخاب میکنم و کانکت به شیشتا. روی 5 درجه سنپ اونجا فعال میکنیم و 1 درجه به این زاویه میدیم در حالت ایج 10 درجه. و خب حالا که 10 درجه هستم خیلی مقدار کمی میتونیم اکسترودشون کنیم. کنم کافی باشه. حالا ببینیم که بله کافی. البته که گرو کنیم ببینیم خود زاویهش کم تر باشه، شاید بهتر بشه. این رو دیسلکت هم میکنیم. از این کار میتونیم کنترل زد هم بزنیم. نه به فقط 5 درجه سود. نوه کافی هستش. خب به صورت این کلیدای SF جامپر یا SE جامپر را من اینو طراحی کردم. کلیدای خیلی برای دستگاه الکترونیکی خیلی حساس، خیلی ریزن، خیلی کوچیک هستن. دبلیو و اینا رومگرم بهش یه قطری هم بهش میدیم که این رو هم یک کانکت دو. به این شکل و با این کلیدی هم که بهش دادیم این دوتا هم پاک میکنیم. 4 این فعلا خاموش. خب پس این یه خورده بزرگتر بشه بهتر. سکیل البته فکر میکنم اینجا باید کانسترین رو خاموش کنیم یا خاموش باز هم باید سکینش. و بهش گردیم به حالت قبل
از نمای دور هم باید یه زاویه داشته باشه، یه نمایی داشته باشه. از نهایی لفت نگاه کنیم که خیلی فرو نره. خوبه، مشکلی نداره، کاملا تخته و میتونیم این رو به خود سکیلش کنیم و دور یه خوبی نمایی هم داشته باشه، خیلی ریز نشه. این ایج رو هم انتخاب میکنیم یه خوبه بیشتر بیاریمش پایین. باید کافی مثلا یه خواستیم چادر که خود سکینش کنیم که از دور هم یه نمایی داشته باشه و اونا که کار نمی کنه. خوبه، مثل لوکال هم که خب این هم کلیده این شکل. شایی خوده بزرگتر بهتر باشه. خب حالا قسمت بعدی که کار میکنیم کلید هست، شیفت میگیریم، یه کپی ازش میگیریم و خب یه سری تغییرات شروع میکنیم به دروردن این کلید که خود تفاوت داره و این کلید اینجا. خب دوستان این قسمت ها رو، این کلیدی بود که قبلا کشیده بودیم، فقط اومدیم اینجا و این قسمت هاش رو پاک کردیم و از این قسمت به نظرم یکم باید اینو کوچیکش کرد، این قسمت رو نمای فرانت میریم و این ورتکس هاش رو انتخاب میکنیم، دبلی و یک مقدار اینا رو حالا روی اکس از روی نمای دیگه فکر میکنم دقیقا باید اینا رو مقداری نمیدونم، احساس میکنم یکم شیب داره یا کلن روی این شیب اینجا سوار قسمت پایین. خب اگر اینجوری باشه که بیایم و پولیگان اینجا رو اصلا پاک کنیم،
رو انتخاب کنیم، ملت سی و صورت و این ایجنج رو انتخاب کنیم. مطمئنشیم که کاملاً صاف هست و بعد این هالیگان های قسمت رو دیلیت کنیم و بوردر و سکیل و کلاپس کپ بزنیم چون حسابی باید اتیکس رو به هم کانکت کنیم. بهتره که کپ بزنیم چیز رو کپ بزنیم و با کانکت و کارتینا رو هم وصل کنیم. به این شکل قسمتی که همینا رو پاک میکنیم دیگه این همه. خب این باشه. از نمای بک، از نمای مناسب حالا برای من بک هست. حالا ریج رو انتخاب میکنیم، کنسوین و این رو تا مقداری که این خط صاف شه میریمش جلو. کاملا یه تیکه باشه. خب حالا سیمتری بزنیم. کلید ما آماده است. این در فرو رفتگی هم نداره اینجا. نه خب بعد از سیمتری یک چیز فقط تو قسمت رو بزنیم ببینیم که خطا نباشه و به قسمت میرو ببینیم این کاملا ولد بشه. و حالا ساپورت اینجا رو ساپورت لوپ ها رو بیاییم و یکی یکی بندازیم. آلت آر انتخاب میکنیم. آلت آر و البته خب این قسمت باید اینجا اینجا و روی این پولیگان ها باید این ست بخوره و این قسمت هم خالی مونده. این ست و نقرش 2000 کمی هست که و
اول تکس اینجا انتخاب میکنیم، convert to poly، یعنی کنترل رو نگه داریم، پولیگان رو انتخاب میکنیم، انسرت به همین مقدار و کنترل رو نگه داریم، قسمت ها رو همه رو با هم اکسترود میکنیم. این روش میتونیم این لبه اینجا رو نگه داریم که پیچ میفته روش و همینطور و همینطور هم صورت بهتره. اکسود این قسمت نظر میخوده زیادی این ستش، یعنی یکی هم اکسترود نمی کنیم اینا را، اگر انتخاب کنم اینو میتونم با سکیل بدون اینکه دفول بشه یه خوده چیکش میکنم، میشه اینا رو با هم انتخاب میکنم یه خوده اینا رو کوچیک میکنم. ببینید که اینا یه خود نظر انتخابشون میکنم و دوباره اکسترود سمت داخل حالتشون این کنم بهتره، ولی نه خیلی زیاد. اوکی خب سیو هم میگیریم و این میشه کیل دینجا و حالا یکم کار اگر بخوایم همین اوزایی خود تخبش کنیم بعد نیستش که با قسمت میک پلینر اینا رو هم تختشون کنیم اینجوری بهتره. خب حالا دیگه میریم سراغ ساپورت لوپ ها رو بندازیم و Alt R و Connect، برای اینکه هم دیگه میدونیم بتونیم از Smooth to Smooth این استفاده کنیم. نقل دو این لوپ اینجا هم اگر که این رو کاسترینش رو ایج باشه که درسته بهتر اینجا و سویفت لوپ هم یه دونه برای این پایین و برای قسمت که به صورت جداگانه باشه
کانکت و البته این هم باید قسمت پاک کنیم و سیمتری بزنیم که دیگه دوباره کاری نشه. قسمت نگه میداریم، یکی هم برای اینجا به این صورت اینا رو کانکت میکنیم. اینطور هم برای قسمت دستی قسمتش خراب شد. شاید مطمئنشین انتخاب کنیم که حتما اگر دور رو نشون داد هم ولشون کنیم یا بهتره که تارگت ولشون کنیم. خب این هم از این قسمت و این قسمت کوچیکتر. قسمت رو پاک میکنم و هم یک کپی ازش میگیرم و هم دیلیت کلپسش میکنم. پولیگان چون این قسمت خیلی بهتر شدی قسمت رو فقط حتما از نمایی فرانت یه نمایی تابیایی یه نمایی چیز انتخاب کنیم که نمایی ثابت که دیلیت این قسمت رو دیلیت میکنیم و سیمتری مهم باشیم که اینجا ولده، یعنی دوش خورده نه که ولده و قسمت هم یه خورده تنظیمات میخواد که خرابکاری نشه. دیگه بدون این کامل شده یه ایدیت فوری و یه تو بسمت نم دو این شکل بازه. حالا یه خوده یه جاهایی رو ما نزدیم از جمله این قسمت کانکت مقدار کی آلتار
راست اون کلید اینجا هم آماده است فقط. اینجا چرا؟ این اچ رو آلتا نگه میدارم، قسمت رو دیسلکت میکنم، ورتکسش رو باید انتخاب میکنم و اینا رو دیسلکت کنم و کانورت تو ورتکس و کنترل رو نگه دارم و اینا یه خود در حالت کانسترینت در حالت ایج هست بیرمشون پایین. نه خیلی و مطمئن شاید این در اینا رو با هم انتخاب کنم که به خاطر این هستش که اگر بخواییم که به اصطلاح این خمیدگی اینجا رو بگیریم لازم هست تغییرش رو هم ببینیم. این قسمت و این شکلی که اینجا هست که خیلی بهتر شد. خب حالا میریم سراغ کلید دوم. خلاصا اگه تو شکل دقت کنیم این که این قسمت کاملا گرد نیست، اما خب این گردی رو بهش برگردیم، دقیقا همین ورتکس هایی که من انتخاب کردم شما انتخاب کنید، دیلیت کنید، بوردر رو انتخاب کنید و سپیفای رو بزنید، یه ادیت کلی اد کنید و بوردر رو انتخاب کنید و خیلی کم سکیلش کنید، خیلی کم و شیفت رو نگه داریم و بیانیش داخل و هر چقدر که میخواییم مثلا اندازه بهش بدیم دبلیو و سکیل دوباره و اینا سمت تو و کلاپسش کن. به این صورت شما میتونید کاملا گیردش کنیم و ساعت دایره بعد که ساپورت لوپ ها رو بندازیم کاملا درست میشه. و همینکه قبل از اینکه ساپورت لوپ ها رو بندازیم و در قبل از مرحله آخر بعد این کار رو انجام بدیم. دوستان پارت 12 اونجا تموم میشه. فقط یک نکته که میخواستم بدونیم که این مثلا توپولوژیش و چینش پولیگانش به این صورت بود و من این خواستم این رو شما ببینیم که مثلا به چه صورت هست که من این اجایی که انداختم و به این صورت و نتیجه که گرفتم خیلی خوب بود و ببینیم قسمت هم کاملا دایره کردم که تو سهی بعد بهتون میگم که به چه صورت اینو قشنگ کاملا دایرش کنیم. مشکلی پیش مشکلی نیست، راحت میتونی این کار انجام بدیم. پس این پارت هم تا اینجا تموم کنیم و تو پارت بعدی دیگه باز ادامه این مثلا کلیده بزرگتر رو با هم انجام بدیم.